هایی از زندگی فرانسیس آسیزی. امروز من راجع به یه شخصیتی میخوام صحبت کنم که با سن فرانسیس آسیزی خیلی نزدیک بود، بوناونچور قدیس. یکی از سخنانش اینه که میگه فیض را طلب کنید در راه حل و فهم و ادراک را، ناله های دعا را بیشتر از مطالعه جدی طلب کنید، داماد آسمانی را بیشتر از معلم، یعنی عیسی به عنوان معلم، طلب کنید. خدا را به طلبید، نه انسان را، تاریکی را، نه روشنی و وضوح را. منظور اینجا روشنی یعنی همه چی واضح باشه و اینها، نه نور را بلکه خود آتش را. خب این شخص فیلسوف، الهیدان، متفکر مسیحی است و در این حال که خیلی حکیم و همین دانشمنده، در این حال خیلی زندگی عارفانه و بیشیل پیلهی داشته. امروز کمی راجبش صحبت میکنیم و از گفته هاش و اینها نقل قول خواهم کرد. بوناونچور خیلی خوب توانسته رویای فرانسیس و کلر را در حد الهیات و فلسفه گسترش بده. فرانسیس و کلر الهیدان نبودند. ایمانداران خیلی ساده بودند و می‌خواستن همون ساده هم باقی بمونن. منتها بوناونچور که خودش هم از پیروان فرانسیس هست، زندگی و شیوه زندگی و گفته های فرانسیس رو به یک شکل الهیاتی در آورده و نظم و ترتیب بهش داده، چون خودش میتونست این کار رو بکنه. نقش او برای فرانسیس، منظورمه، درست مثل نقش پولس برای عیسی. به چه شکل؟ خب عیسی هم خیلی ساده زندگی کرد، صحبتایی که می کرد، ولی پولس میبینیم که در واقع گفتار عیسی مسیح رو به یک شکل الهیاتی و فلسفی در آورده. وقتی ما رسالات رو میخونیم با انجیل یه همچین درکی داریم. همین کار رو بوناونچور با زندگی فرانسیس کرده. نوشته های بوناونچور بسیار شاعرانه است، عرفانی، خیلی آتشین، عملی و خردمندانه، به طور اینکه اینو شما میبینید یک نمونه از گفتارشه. در 5 قرن اخیر ما خیلی در مسیحیت کلماتی مثل اینها رو زیاد میشنویم: گناه، مجازات، جهنم، آتش، چیزای از این قبیل. ولی قبل از این 5 قرن، یعنی قبل از مارتین لوتر و در زمان بوناونچور و اینها، البته همه این گفتارهایی که میگم از قرون وسطا بوده، ولی بوناونچور هم که خودش در همون قرون وسطا میزیسته، اصلا صحبتاش یه چیز دیگه است، کاملا عارفانه است، شریعتی اصلا نیستش. دید و رویای او بسیار مثبت، عرفانی، کیهانی هست و توش رابطه خیلی مهمه و بیشتر درباره پاک کردن چشمان و انگیزه های خود ما صحبت میکنه. میگه اگه این کار رو بکنید، شما زندگی رو بسیار زیبا خواهید دید و ازش لذت خواهید برد. باز از گفتار بوناونچور هست، میگه برای شناخت هر چیز لازم است بتوانیم منشأ آن را تشخیص دهیم، بفهمیم چگونه به اصل خود باز می‌گردند و چگونه نور خدا بر آن میتابد. ببینید میگه برای شناخت هر چی لازمه بتونیم منشأ اون رو تشخیص بدیم، بفهمیم چگونه این اصلش چی هست، به چطور به اصل برمیگرده و چگونه نور خدا بر اون میتابه. حالا منظور چیه؟ برای بوناونچور خدا و خلقتش با هم نهایتاً یک دایره کامل را تشکیل می‌دادند. او می‌گفت الف یا الفا و اومگا، الف و یا
در واقع یکی هستند. وقتی چیزی رو شروع کرد خدا خوب، همون جورم خوب به پایان خواهد برد. من الف و یا هستم. عیسی مسیح نگفت من الفم و بعد یا هم مثلا یکی دیگه هست، ممکنه شیطان باشه آخر سر. نه، الف و یا عیسی مسیحه، الفا و اومگا عیسی مسیحه. اگه مسیح الفا همه چی خوبه، در آخر هم همه چی خوب خواهد بود. اینو تأکید میکنه بوناونچور. بوناونچور معتقده که عیسی مسیح در واقع اون محوری هست یا اون میخ محوریه که تمام هستی را در یگانگی نگه میداره. در واقع صحبت از مسیح کیهانی میکنه، از جمله یگانگی میان ماده و روح، میان بشریت و الوهیت. یادتونه من بارها گفتم که اینکارنیشن، وقتی خدا به این دنیا اومد، یعنی ماده و روح یکی شد. و این هفته پیش بود سارا جان قطع شعری از سهراب سپری رو گذاشته بود که خیلی قشنگ بود. شب آرامی بود میروم در ایوان تا بپرسم از خود زندگی چی یعنی چی، و بعد در آخرش میگه زندگی بند لطیفی است که برگردن روح افتاده است. زندگی فرصت همراهی تن با روح است، تن با روح، و همراهی تن با روح یعنی ماده و روح اینا یکی شدن در مسیح کیهانی. این اتفاق افتاده و این معجزه صورت گرفته. سهراب سپهری عجیب مانند بوناونچوره. من وقتی که اشعار سهراب سپهری رو میخونم و دیدگاهش میبینم چقدر مثبته و خدا رو چقدر لطیف معرفی میکنه، بوناونچورم این همینه. در واقع سهراب سپهری مثل این که بوناونچور ایرانیه، وطنیه. اگه حالا بعدن شد خود تعالیمش رو بیشتر شما دیدید، بوناونچور رو ببینید چقدر شباهت دارن این دوتا با هم دیگه. مسیح کیهانی یا به عبارتی راز مسیح بعضی ها میگن در الهیات مسیحی، ببخشید. آره، الگویه که تمام هستی از روی اون آفریده شده. یعنی خدا وقتی میخواست تمام هستی رو بیافرینه، از مسیح الگو گرفت. یعنی مسیح الگو هستش. مسیح در واقع طرحیه برای همه خلقت. یا دقیق‌تر بگوییم اینجوریه، مسیح مصلوب که نشان داد چگونه گردش مرگ و زنده شدن، مرگ و احیا شدن، از دست دادن و از دست رفتن و از اون بر بازیافتن، اینها ضروریه تا ما را به سوی حیاتی بهتر و فراتر رهنمون بشه. پس صلیب عیسی مسیح الگویی هست برای خلقت. یعنی خلقت هم همینطوریه، همه چی میمیره دوباره زنده میشه، درست مثل صلیب عیسی مسیح. ما میدونیم که تولد و مرگ هر ستاره و هر اتمی از این طرح پیروی میکنه. هیچی نابود نمیشه، تبدیل میشه. دانه میمیره و بعد گیاه تازه ازش میرویه. بنابراین وقتی مسیح مصلوب شد، در واقع نشون داد که چطور خودش طرحی هست برای همه خلقت. خلقت اینطوری عمل میکنه. خلقت و خدا طوری نیافریده که یه چیزی بیاد و از بین بره. از بین نمیره، تبدیل میشه. همینجور که مسیح مرد و دوباره زنده شد، این طرحیه که خدا برای همه خلقت داره. این مرگ و احیایی که صورت میگیره، خب برای خیلی ها نامرئیه، اینو نمیفهمن، نمیبینن، و یا اینکه انکارش میکنند. تنها خداست که اینو نشون داد، اونم توسط صلیب عیسی مسیح که گفت فرزندم کشته شد و قیام کرد، زنده شد.
و این در تمام طبیعت این طرح وجود داره. الهیات بوناونچور به هیچ وجه درباره فرونشاندن خدای خشمگین و دوردست نیست، چه کار کنم خدا راضی باشه، چه قربانی بهش بدم و اینا، از این حرفا نیست اصلا. یا درباره اینکه کوشش بکنیم ما آمرزش رو به دست بیاریم، یا نمیدونم این تئوری انتزاعی عادل شمرده شدگی که خیلی تاکید روش میشه، چجوری اتفاق میفته. اون خیلی ساده راجع به این مسائل صحبت میکنه. اون شخصی بسیار خوشبین و امیدوار. وقتی مسیحیت این حالت خوشبینی و امید رو از دست داد، درگیر ترس شد، اینکه ما ناشایسته ایم، احساس گناه شد، هر از گاهی احساس گناه کنیم، حالا خدا ما رو بخشیده نبخشیده، چیزهایی از این قبیل. چرا؟ چون اون طرح زیبا، اون مسیحیتی که خوشبینه و خوشبین واقعی هست و امیدوار، اون از بین رفت. به جای اینکه خودمون رو در طرح انجام شده خدا ببینیم و لذت ببریم، میخوایم مثل اینکه هی زور بزنیم خودمون یه طرحی ایجاد بکنیم. اگه پولس در افسوسیان باب 1 آیه 4 نمیگه که قبل از آفرینش عالم خدا نجات ما رو فراهم کرد؟ از اول این طرح رو انجام داده. خدا میگه حالا لذت ببر، کیف کن، همه چی من برای تو انجام دادم، تو چیکار میخوای بکنی دیگه؟ مشکلی که در واقع انسان داره قبل از آفرینش جهان حل شده، خدا در عیسی مسیح رو حل کرده. پس به جای نگاه منفی به تاریخ جهان، همچون نمیدونم سقوط از فیض و اینجور چیزها که زیاد صحبت میشه، او میخواد فراتر از آن نگاهی مثبت داشته باشیم به تاریخ. چه نگاه مثبت؟ نگاه مثبت که تاریخ داره سیر تکاملی رو طی میکنه و به جایی میرسه که آگاهی ما از خدا تکمیل خواهد شد. پولس میگه اون چه ما الان میبینیم از خدا، شناختمون خیلی ناقصه. و خدا، من معتقدم ایماندارانی که با خدا هستن، شناختشون روز به روز رو به تکامل داره میره. این تکامل روحانیه که من بهش باور دارم. حتی ما عهد عتیق میخونیم، عهد جدید رو میخونیم، شناختی که اون زمان مردم از خدا داشتن کامل نیست، بلکه رو به تکامله. الان ما شاید وسیع‌تر میتونیم خدا رو ببینیم تا مردمی که در 2000-3000 سال پیش زندگی میکردن. یکی از دلایل این دیدگاه وسیع و مثبت بوناونچور، اعتقاد قوی او هست به تثلیث اقدس. چطور؟ در رابطه تثلیثی، عشق همیشه در یک جهت مثبت و رو به جلوه. رابطه بین پدر، پسر، روح القدس، یعنی رابطه عاشقانه، و این یک رابطه مثبتی است و رو به کمال هست، یعنی چیز بدی توش نیست، سیر قهقرایی نمیره، پویا هستش. در رابطه تثلیثی عشق همیشه در یک جهت مثبت عمل میکنه. معمولا در مسیحیت ما زیاد صحبت از تثلیث میکنیم، حتی در الهیات میخونیم، کتابای گنده نوشته شده، همه اینا خدا رو شکر. اما باید تجربه این تثلیث رو ما داشته باشیم و عمیق و گسترده، یعنی واقعا احساس کنیم یعنی چی تثلیث، با گفتن و تعریف و نمیدونم مثال آوردن و نمونه آوردن و اینا نیست، بلکه یه چیزی هست در وجود ما باید بجوشه این تثلیث. معمولا از ما در الهیات صحبت از عیسایی میشه که همیشه جدا از تثلیثه، در حالی که وقتی ما صحبت از عیسی میکنیم در
هول و هوش تثلیث باید باشه. نمیتونی تو عیسی رو از تثلیث جدا کنی. هرچی راجع به عیسی مسیح ما میگیم در قالب تثلیثی باید باشه. و در کولسیان که ما این آیات زیبا رو داریم، او پیش از همه چی وجود داشته و همه چیز در او قوام دارد. همه چی در مسیح قوام داره. او بدن یعنی کلیسا را سر است. او سر آغاز و نخست‌زاد از میان مردگان است تا در همه چیز برتری از آن او باشد، زیرا خوشنودی خدا در این بود که با همه کمال خود در او ساکن شود و به واسطه او همه چیز را چه در آسمان و چه بر زمین با خود آشتی دهد، به وسیله صلحی که با ریخته شدن خون وی بر صلیب پدید آورد. این مسیح کیهانی این بخشی از تثلیثه. پس وقتی ما صحبت از مسیح میکنیم همیشه اینو با در نظر داشته باشیم که اون منشأ همه چی در جهان هست. بنیان قوی تثلیثی بوناونچور که یک همچین باور عمیقی داشت به او این امکان را داد که غیر دوالیستیکی فکر بکنه و بتونه راز خدا و راز خلقت رو خیلی راحت بپذیره، که این یک رازیست و خوشحالم که این راز رو من باور دارم. برای بوناونچور خدا حاکمی نیست که دلخوره و تخت نشسته و از آنجا هر که گناه کنه رعد و برق میفرسته و پنگ میزنه و از بین میبره. برای بوناونچور خدا بیشتر شبیه یک چشمه آبیست که همینجور جاریه، که دائم کاملا در جهتی سالم بر همه چیز جاری میشه. این شناختیه که بوناونچور از خدا داشت. چشمه‌ای که به فراوانی آبش جاریه در خلقت. پس این خدا، یا به نوع بعضی ها به گفته بعضی واقعیت، در واقع خدا واقعیت یکی میدونن، جریان داره بر ما اثر میذاره و واقعیت یا این خدا خود عشقه و نه چیزی انتزایی. چرا میگم انتزایی؟ چون اینجا ما حتما عشق افلاطونی رو شنیدید. افلاطون هم از عشق و محبت و اینا صحبت میکنه، ولی منهای احساس تعریف میکنه عشق چجوریه، خیلی با فلسفه یونانی و اینا. ولی بوناونچور عشق رو تجربه میکنه با تمام حواس و با تمام احساسش. خدا همچون جریان تثلیثی یه الگوییست برای همه نوع رابطه. رابطه که ما با هم داریم، رابطه زن و شوهر، رابطه یه اعضای کلیسا با هم، هر نوع رابطه که در نظر بگیرید، از جمله رابطه در خلقت. خلقت هم همه با هم در تماسن. دنیا یک پارچه هست و علم جدید هم بر این صحه میذاره. دو تا کتاب هست برای کسانی که دوست دارن در این زمینه شاید تحقیق کنن، به انگلیسی البته، The God of Evolution، خدای تکامل، A Trinitarian Theology، الهیات تثلیثی. کتاب خیلی خوبیه. جان پالکینگورن دومیه، Science and the Trinity، علم و تثلیث، The Christian Encounter with Reality، دیدگاه یا برخورد مسیحیت واقعیت. اینا هم علمی هستن هم روحانی و الهیاتی، خیلی کتابای خوبی هستن در این زمینه که چطور علم هم تأکید میکنه آن چیزی که در تثلیث ما میبینیم. من عزیزان خودم واقعا شیفته تعالیم بوناونچور هستم به خاطر دید و احساس یک پارچگی کیهانی که او داره. برای من خیلی از نظر روحی سالم هست، بوده و هست که دنیا رو یه پارچه میبینم. میدونید
انسان وقتی دچار اختشاش روحی میشه، که همین اسکیزوفرنی که میگن، که دوگانگی میبینه، همیشه هر یه چیزو میبینه، ضدشو میبینه، خوبو میبینه، بدو میبینه. ولی اگم نگیم که اینا یکیان، نهایتا یکی خواهند شد. الفا و اومگا، من الف و یا هستم. این وسط ها خیلی ممکنه باشه، ولی عیسی مسیح الف و یا هست و همه چی یه جوری با هم دیگه پیوند داره. این دنیا همه چی به هم مربوطه، دو تا دنیا نیست، دنیاییست که خدا خلق کرده. توش درست بدیا اینا صورت میگیره، ولی باز نهایتا دنیای خداست. وقتی با بعضی از مسیحیان صحبت میکنم، میگه آخه نوشته شیطانم نمیدونم حاکم پادشاه این دنیاست. یعنی نمیتونن یک پارچه ببینن. همیشه تا یه چیز مثبت میگم دنبال یه آیه میگردن که بگن آخه اونش هم هست نیگه. و همین باعث تشویش و نگرانی مسیحیان و ترس مسیحیان شده. آخه چطور میشه خدا رو با شیطان مقایسه کرد؟ قدرت خدا رو با خدا رو قدرت شیطان و چیزهای از این قبیل. و یه چیزم که من از بوناونچور خوشم میاد اینه که با پارادوکس، با ازداد، چیزهایی که زد و نقیزن راحت باشون، چون باز میگم اینا رو یک پارچه میبینه. شاید تز و آنتیتز و سنتز میدونه که هست، خیلی اذیتش نمیکنه. خود صلیب و عزیزان نگاه کنید، اون چوب افقی و عمودی نشوندهنده تضادهای موجود در دنیاست، ولی باز یک پارچه. درست تضادها زیاد هست، ولی باز یک پارچگی در اونجاست، یک صلیبه. اگه کسی این تضادا رو بتونه با صبر و تحمل بپذیره، به یه حکمت عمیق روحانی دست میابه که اذیتش نمیکنه. و چه افتخاریه که ما صلیب رو داریم. این سرود خیلی قشنگی داریم، این صلیب افتخار منه. و ما مسیحیان چقدر باید خوشحال باشیم که این صلیب رو داریم. نشان مسیحیت ما هست که در اون برخورد تضادا هست، ولی ما پذیرفتیمش، با صبر و تحمل پذیرفتیم تضادهایی که در دنیا هست، باشون درگیر نمیشیم، عصبانی نمیشیم، همینطور که عیسی مسیح نشد. ببینیم الهیات بوناونچور چی هست. خیلی خلاصه، بوناونچور خودش الهیات خودش رو خلاصه کرده به این شکل. میگه که اول ایمانیشن، شاید فارسی تجلی بگیم مناسب باشه. ما از خدا سرچشمه گرفته ایم و صورت و دی ان ای خدا در ما هست. این یک نکته مهم در الهیات بوناونچوره. دومین چیزی که در الهیات بوناونچور میبینیم اگزمپلاریزم، نمیدونم چی بگیم به فارسی. اگزمپل یعنی منظور نمونه و این هاست. هرچه در خلقت هست نمونه‌ای و اثری است از یک راز الهی در فضا و زمان، به لحاظ زیبایی، فراوانی، فعالیت و نظم. هرچه در خلقت هست، ما وقتی نگاه میکنیم یه نمونه است اینا و اثری است که راز الهی توشه، رازی که توش زیبایی هست، فراوانی هست، وفور نعمت هست، فعالیت هست، نظم هست. همه چی در حیوانات، در نباتات اینو میبینیم، یه راز الهی در همه اینا هست. و بعد سوم
کمال یا به کمال رسیدن، consummation. ما به سرچشمه‌ای که از آن بیرون آمده ایم برمیگردیم. همینجور که گفتم الفا و امگا، الف و یا، و این پیروزی نهایی خداست. این سه جنبه در واقع میشه گفت که به طور خلاصه الهیات بوناونچور بر این سه اصل، بر این سه پایه قرار داره. چه دنیای مثبت و زیبا و امنی وقتی که اینجوری ما نگاه میکنیم به دنیا. چه نفس راحت میکشیم، چقدر با تمام وجود احساس میکنیم خدایا تو داری همه چی رو اداره میکنی. این ترسا چقدر بیمورده که در وجود من هست، از چی بترسم آخه؟ وقتی انقدر تو زیبایی، انقدر پر غنی، دست و دل بازی، فیض تو، شراب نوعی که میسازی 180 گالون، همه ی اگه اون دهاتی ها میخوردن باز باقی میموند. یه همچه خدایی ما داریم. و این الهیات چقدر با الهیاتی که بر مبناش بر پاداش و مجازات فرق داره. که این پاداش و مجازات بعد از این به وجود اومد. بعد از بوناونچور در الهیات اومد. زیرا مردم، چرا این اومد؟ چرا پاداش و مجازات؟ زیرا مردم یواش یواش تجربه چنین خدای زیبا رو از دست دادن. وقتی این تجربه رو از دست دادن، حالا به جای تجربه اومدن الهیات ساختن، فلسفه ساختن، گزاره و قیاس منطقی و افتادن تو اینها. و اون لطافت مسیحیت، این خدای زیبا یواش یواش کم رنگ شد. من خودم عزیزان وظیفه خودم میدونم که این خدایی را که بوناونچور اینجا داشت، این خدا را به مردم معرفی کنم. چند وقت پیش که خواهری به من زنگ زد میگفت از بس الهیات خوندم دیگه خسته شدم. من فکر میکردم خدایا ما قراره در عیسی مسیح کیف کنیم، شادی کنیم، و چقدر حالا الهیات اومده دیگه. خدا رو شکر از لحاظ ایرانی ها حالا به یه جایی رسیدن که این درس الهیات میده، اون یکی میده، اون یکی دانشگاه باز کرده، این یکی دانش کرده، خدا رو شکر. ولی اینا رو بخونیم، ولی مسیح یه چیز دیگه است. اون تجربه داشتن با عیسی مسیح طوری نشه که الهیات بیاد جای اونو بگیره. اگه کمک میکنه خدا را شو، اگه نه فکر نکنیم با خوندن زیاد الهیات میتونیم بیشتر مسیح رو تجربه کنیم. همینطور خود بوناونچور هم گفت دیگه، در اون قسمت اول که خوندم میگه ناله های دعا رو بیشتر از مطالعه جدی طلب کنید. ناله های دعا رو. ما که به نجات شخصی معتقدیم، میگیم خدا رو شکر منو نجات داده عیسی مسیح، چرا نیاییم این نجات خودمونو در بطن نجات بزرگتر، یعنی نجات کیهانی نگاه کنیم که بسیار مؤثرتر خواهد بود؟ چون جز نمونه است از کل، نه؟ مشت نمونه است از خروار. خدا رو شکر برای مشت من نجات یافتم، تو نجات یافتیم، ولی چرا وسیع‌تر نگاه نکنیم به نجاتی که خداوند، کاری که خداوند در همه دنیا میکنه؟ اما به نظر من ما هر کدوم ساز خودمون رو میزنیم. این کلیسا، اون کلیسا، نمیدونم مرام من خوبه، موعظه من خوبه، عقیده من بهتره. یک پارچگی نیست عزیزان. انسجام، تمامیتی در کار نیست.
اون پوری الوهیت که پولس میگه در کلسیان، در وی از جهت جسم تمامی پوری الوهیت ساکن است و شما در وی تکمیل شده اید که سر تمامی ریاست و قدرت است. تمامی الوهیت، این کاملیت رو، یا باز در کلسیان پولس میگه در آن، یعنی قبلا صحبت از طبیعت تازه میکرد، در آن طبیعت، یا در اون طبیعت تازه، نه یونانیست، نه یهود، نه غلام و نه آزاد، بلکه مسیح همه و در همه است. این مسیح که همه و در همه است، اینه، این یک پارچگی، این تمامیت. عزیزان، همه ما در این یک پارچگی، در این یگانگی آفریده شدیم و در یگانگی هم ادامه میدیم و در یگانگی هم به خدا برمیگردیم. من بارها گفتم عزیزان، من الان وقتی میگم سارو یعنی یک فرمیه، یک شکلیه که یک بدنیه، یا نمیدونم چجوری بگم، ولی اون چیز واقعی که سارو رو به حرکت در میاره اون فرم نداره، اون تیکه از خداست، اون دی ان ای خدا درشه. این فرم ممکنه یه کارایی بکنه، یه غلطایی بکنه، ولی اون دی ان ای که در من هست اون یه چیز دیگه است و همون دی ان ای در شما هست. پس از یه لحاظ من و شما فرقی نداریم، فقط در این چند سبایی که در این دنیا هستیم چون فرمای مختلف گرفتیم با هم فرق داریم، ولی در اصل فرقی نداریم. و اینجور وقتی نگاه میکنی تازه میتونی بفهمی که چقدر همه دوست داشتنیه. یعنی من خودم رو در شما میبینم، مسیر رو در شما میبینم. جز این نمیشه واقعا کسی رو محبت کرد. تا موقعی که ما یک پارچگی رو نبینیم، هی بچسبیم به این فرمی که الان ما داریم و موقتیه و اون اصل رو در هم دیگه نبینیم، نمیتونیم یک پارچگی رو ببینیم و واقعا هم دیگه رو محبت کنیم. اول، وسط و آخر همه فیض خداست. برای بوناونچور خلقت صرفاً آینه و صورت خدا بود. او برای توضیح این موضوع از استعاره هایی صحبت میکنه. البته بوناونچور و همینطور عارفان دیگه مسیحی معتقدن که ما هرچی میگیم راجع به خدا، این در قالب استعاره است. ما نمیتونیم دقیقاً خدا رو توصیف کنیم. هرچی میگیم در عالم روحانی با استعاره یه چیزایی تشبیه بکنیم اینها که یه چیز رو بفهمیم. و او برای توضیح موضوع از استعاره رد پا صحبت میکنه، یعنی رد پای خدا در ماست، اثر انگشتش، شباهت خدا در ماست. در عرفان مسیحی اعتقاد بر اینه که وقتی میگه خدا انسان را به صورت و شباهت خدا آفرید، همه انسان ها صورت خدا را دارن ولی باید به شباهت خدا هم برسن. از یک تداوم اونجا است، برسن به شباهت خدا. حالا بعضی از عقیده دارن که ما شباهت رو از دست دادیم، باید دوباره به چنگ بیاریم. اونم بستگی به این داره که چه فرقه‌ای در مسیحیت هستیم. اون مهم نیست، مهم اینه که ما به صورت خدا هستیم ولی خدا فرصت داده که به شباهت خدا در بیاییم. این دیده که بوناونچور داره خیلی نزدیک شبیه تلارد و شاردن هست، فرانسوی، کشف فرانسوی، دانشمند فرانسوی که راجبش ما قبلا هم زیاد صحبت کردیم. هر دوی این اشخاص تعلیم میدن که خلقت یک پارچه است. بوناونچور بیشتر از منظر الهیات و تلارد و شاردن بیشتر از هم الهیات و هم مخصوصا علم نگاه میکنه به این موضوع.
و همه چی میگه با هم مربوطه در این دنیا، همه چی به نوعی به هم دیگه ارتباط داره. چنین الهیاتی عزیزان هر نوع ترس بی خودی و غیر ضروری که ناشی از الهیات جزایی و تنبیه و اینجور چیزاست، اینها رو از ما بر میداره. و من بعید نمیدونم که این همه جنگای جهانی در دنیا، کشتارها، به خاطر همینه که مردم دنیا رو یک پارچه نمیبینن. همش من در مقابل اون، من خوبم اون بده، من حق دارم اون نداره. من فکر کنم اگه میتونستن دنیا رو یه پارچه ببینن، این همه جنگ و کشتار صورت نمیگرفت در تاریخ. آیا چنین خدای بزرگ، عالم هستی بزرگی رو خلق کرده؟ ببینید دو تا سوال میکنم. آیا خدایی که این همه بزرگه، یه عالم هستی هم پس خلق کرده که اونم بزرگه، یا این عالم هستی که اینقدر بزرگه و ما میبینیم حکایت از یک خالق بزرگ میکنه؟ به نظرم هر دوتاش هست، نه؟ از اون درم میشه اومد، از این بریه میشه رفت. شاید برخی اولی رو بیشتر دوست دارم، برخی دومی رو. یک شب سان فرانسیس وقتی به ستارگان چشم دوخت، خیلی قشنگ این گفتش، میگه اگه اینها مخلوقاتن پس خالق ببین کیه. نه؟ آی خدایا این ستاره، اگه اینا مخلوقن تازه، پس خالق ببین کی باید باشه. چقدر زیباست چنین احساس، چنین هیبت از خدا. من اینجور احساس و هیبت رو کمتر در مسیحیان میبینم، بیشتر در دانشمندان میبینم، در ستاره شناسا، در کیهان شناسان میبینم. آه این ابهت، این هیبت. چرا ما نباد یک تحت تأثیر چنین هیبتی باشیم؟ ما که انجیل رو میخونیم، کتابمون رو میخونیم، دعا میکنیم، روزه میگیریم. و همین خاطر این دانشمندانی که به این شکل به خدا نزدیک میشن، به نظر من خیلی بهتر خدا رو میشناسن. من فکر کنم روزی خواهد آمد که کیهان شناسی جای خداشناسی رو خواهد گرفت. خداشناسی منظورم الهیات، تیالوجی. Cosmology will replace the theology that we are studying right now. تمام عالم هستی در رابطه با همن، از کوچکترین اتم گرفته تا کهکشانهای عظیم، همه مربوط به همن، نمیتونی اینا رو جدا کنی. میدونید کی گناه و شرارت به وجود میاد، ایجاد میشه؟ وقتی ما خود رو از این حلقه ارتباط بیرون میکشیم. تا وقتی که در این حلقه ارتباط هستیم، گناه و شرارتی نیست. ولی وقتی بیرون میریم، اون موقع است دروغ گفتن، کشتار، حسادت، همه اینا. موندن در این حلقه ارتباط خدا و خلقت او دیگه گناه رو ضروری نمیدونه انجام دادنش. جهانبینی بوناونچور نه تنها اینجور منسجم و یک پارچه است، بلکه خیلی هم پویاست، قدرت درش هست. او معتقد بود که اگر هر چیز را همینجور که خوندیم درست شناسایی کنی و براش احترام قائل شی، جای خودشو پیدا میکنه و در نتیجه هیچ مشکلی در کار نخواهد بود. دقت کنید، اگه هر چیز رو درست
بشناسی که چیه و احترامش کنی. یعنی چی؟ حالا از نظر منفیش، به لحاظ منفیش نگاه کنیم. کلیسا اکثرا میگم متاسفانه هرگز هویت بشر را واضحا ندیده، شناسایی نکرده و با عشق و احترام بهش نگاه نکرده. حتی وقتی هم در کلیسا میگیم تو فرزند خدایی، باز شرط و شروط میذاریم و میگیم خب در آینده شاید بشی مثلا یه هم چیزی. این دنیا ممکنه مال خدا باشه، اما بیشتر شیطان بر آن حکومت میکنه. از این چیزهای کلیشه‌ای که ای ما میشنویم، چنین مبهمات که آخه بالاخره من نفهمیدم این دنیا مال خداست یا مال شیطانه. تکلیف ما رو روشن کنید. مردم اینو نمیگن، ولی وقتی که این تعالیم رو میشنون شب خوابشون نمیبره. یعنی نمیدونم به کی باور دارن. آخه من به چه خدایه؟ از این بر شیطان، از اون بر خدا، از این بر این، از اون بر اون. آدم از وسط پاره میشه. و شاید به همین دلیله که این همه ما مسیحیان افسرده داریم. چقدر تعالیم مبهم. چرا میترسیم این خدای عشق رو به مردم بدیم؟ بوناونچور انجیل راستین رو موعظه میکرد که به ما هم هویت میبخشد، میگه دقیقا ما کی هستیم، و هم امید میبخشه، پویا هم هست. بوناونچور بدون شک، جمع‌بندی بکنم، فیلسوف و الهیدان بزرگی بوده، اما قبل از هر چیز او همیشه یک ایماندار پرشور بوده. الهیات دانشمند بودنش، فیلسوف بودنش جای خود، ولی زندگیش واقعا باحال بوده، پرشور بوده. میتونست خودش در پاریس بمونه، اون موقع در پاریس دانشگاه الهیات معروفی بود و تدریس کنه و اینها، اما ترجیح داد که به سفر بپردازه و 17 سال در سفر بود و عملا آنچه که در رازگاهان از خدا گرفته بود با مردم اونو تقسیم میکرد، به کار میبست در زندگی خودش و با مردم. توانست در همین 17 سال سفر خودش کتابای بی‌نظیری بنویسه. متاسفانه ما به فارسی هیچ ترجمه ازش نداریم، ولی مطمئنم اگه بخواید با خیلی هم کتاباش ارزونه، من چند تا رو سفارش دادم باید بخونم، از آمازون میتونید بگیرید. اگه در دانشگاه میمون احتمالا مثل توماس آکویناس میشد. میدونید توماس آکویناس خیلی معروفه برای کلیسای کاتولیک مخصوصا، یعنی از نظر الهیدان تراز اولو داره و خیلی از عقاید مسیحی و حتی پروتستان ازش خیلی استفاده کردن. اینم میتونست مثل توماس آکویناس باشه، ولی خب خودش یک خدمت دیگه رو در پیش گرفت. ترجیح داد در این خدمت عملی هم یاد بگیره، هم یاد بده و هم بنویسه، نه اینکه بشینه تو دانشگاه بنویسه. عملا هم رفت بین مردم. این منو به یاد یک شخص دیگه میندازه که اونم کش کاتولیک بود و روانکاو، که مدتی خودش در دانشگاه تدریس میکرد، اینا 10 سال در دانشگاه تدریس کرد، 10 سال در کلیسا شبان بود، ولی هیچ کدوم اینا اونو راضی نمیکرد. نومن و این هنری نوون فرانسوی بود و این آخر سر رفت در یک پرورشگاه یا یه جایی بود که فرزند، یعنی بچه های عقب افتاده اونجا بودن، با اینا کار میکرد و میگفت اونجا بود که واقعا فهمیدم روح من ارضا میشه.
با اینا سرود میخوند، اصلا نمیتونن سرود بخونن، آب دهانشون میومد پایین و کیف میکرد وقتی رو که با اینا گذرونده بود. البته بوناونچور همینجور که شخصیت خیلی برجسته است، مانند هر کس دیگه هم به قول بعضی از روانشناسا که راجع به سایه های خودمون صحبت میکنن، اینا سایه های تاریکی هم داشت خودش، همینطور که همه ماها داریم. عزیزان من یه چیزی بهتون بگم، عزیزان وقتی شما از یه چیزی، از یه کسی چیز خوبی میشنوید یا تعلیم خوبی میشنید و بعد یه روزی میفهمید که مثلا طرف همون شخص مثلا عصبانی شد سر یه نفر به خاطر $5، به هر حال شاید اونم سایه های خودش بوده، میدونی اونم نکات ضعفش بوده، نمیگم خوبه داشته باشه، ولی خدا به کار میبره. شما اگه عهد عتیق رو بخونید ببینید خدا افرادی رو به کار برده که هیچ کدوم کامل نبودن. شما اون چیزی که از طریق اون، اون فیضی که از طریق اون برای شما جاری شده اونو بگیرید و خیلی بدونید که همه ماها سایه های تاریک ممکنه داشته باشیم و به خاطر خیلی چیزها ممکنه بعضی ها هستن مثلا یه جایی مقامی دارن و برای حفظ اون مقام ممکنه یه حب یک چیزه ازشون دیده بشه که ما خوشحال نشیم اینها، یا به هر حال یک تکلیفایی دارن که محدودن و نمیتونن شاید اون جوری که میخوام باشن، در نتیجه گاهی اوقات عصبانیت چیزه از این قبیل هم ازشون شاید سر بزنه. در ضمن بوناونچور اومد زندگی سن فرانسیس اسیسی رو نوشت و خیلی ها سرگذشت سن فرانسیس اسیسی رو نوشتم، ولی بوناونچور از این لحاظ کمی هم سختگیر بود، گفت نه اینها رو هیچ کدوم رو قبول نکرد، خودش نوشت و یه ذرم سانسور کرد بعضی چیزها رو، چون بوناونچور میگفت سن فرانسیس خیلی افراطیه، این که همش باید فقیر باشیم و اینجور چیزها، و بعد مثلا مخالف جنگای صلیبی بود. بوناونچور یه جوری نوشت، چون خودش در مثلا در کلیسا بود، پاپ هم اونجا بود، در حالی که سن فرانسیس نه، اهل بیابون و اینا بود، ولی یه جوری درست نوشت که مثلا پاپ هم ناراحت نشه، مثلا فرضاً مخالف جنگ بود و اینها، اینو یه زور یه ذره درستش کرد، مازمانش کرد که پاپ ازش ایراد نگیره. به هر حال اینا مثلا اون رفتار صلح‌آمیز فرانسیس با مسلمونا که تو درس قبلی داشتیم، یه کمی دستکاری کردین و یه جوری که پاپ ناراحت نشه که چرا فرانسیس این کار رو کرده. البته از لحاظ متاسفانه این سانسورا باعث شد ما کتابای زیادی از سن فرانسیس نداشته باشیم، بیشتر میتونستیم دقیقا بدونیم سن فرانسیس چجوری زندگی کرده، چون کتابی که مونده همین کتابیه که بوناونچور نوشته راجع به سن فرانسیس و سعی کرده بقیه نوشته ها رو به اصطلاح سانسور کنه یا از بین ببره. بوناونچور در نوشته هاش آیات بسیاری از کلام را به کار میگیره. او دانشمند مسیح بزرگی بود، عبری، یونانی، فلسفه، الهیات، همه اینا تسلط کامل داشت. او کسی است که میتوان گفت بسیار منطقی و منظم بود، اما نمیذاشت این منطقی و منظم بودنش اونو به اسارت بگیره، در این حال با آزادی هم عمل میکرد. یک شخصیت عجیبی بود. مهمه بدونیم که در اینجا با توجه به نوشته های بوناونچور، او معتقده که متضاد ایمان شک نیست، بلکه اتفاقا یقین و آتش به داشتن اطمینان. بعضی هستن میخوان همه چی مطمئن باشن، کاملا شناخت خدا رو داشته باشن، قاطعیت، قطعیت بیشتر بگم، قطعیت رو میخوان،
ولی بوناونچور میگه نه، اتفاقا در عدم قطعیت که ما ایمان رو به کار میبریم. و پس تو ایمان قطعیت نیست و شک رو نمیشه گفت درست مخالف ایمانه. حالا این خودش فلسفه است که شاید بعدم بهش باز نگاه کنیم. بوناونچور با ترکیبی از دانستن ندانستن راحت بود، با سخن گفتن سکوت کردن این تضادها رو میپذیرفت، خیلی راحت بود. عزیزان اینو من خیلی دارم تمرین میکنم، شما هم تمرین بکنید. تضادهایی که میبینید باش مدارا کنید، به جای اینکه در بیفتید قطعیت و نه اینه این درسته، نه بگید اینو از این دیدگاه من میبینم، اینو از این دیدگاه، اینا ظاهرا تضاد دارن، تز و آنتی تزن، ولی من به سنتز توجه دارم. میدونید برخورد ازداد ما را ناراحت نکنه، بلکه به چالش برانگیزه. این مطلق اندیشی، در واقع این مطلق اندیشی که همه چی مطلق میخوایم ببینیم، نمیتونه به ما کمک کنه در این خداشناسیمون. بوناونچور زبان شاعرانه داره و با زبان شاعرانه به حقیقت میپردازه که من اینو خیلی خوشم میاد، نه یه چیزهای پارامتری تعریف شده یه فلسفی و نمیدونم الهیاتی و خدا اینه خدا اونه اینجور اونجور، نه، زبان شاعرانه با روح آدم صحبت میکنه. یه چیزهای تو باید از خدا داری که نمیدونه اصلا چجوری بیان کنی، در زبان شعر بهتر میشه به نظر من خدا رو شناخت و به دیگران معرفی کرد. بوناونچور یه مسیح تمام عیاره، اما تعالیمش چنان جهان شموله که هر عارفی از هر دینی بخونه از اون بهره میگیره، اینقدر پره. مسیح او، مسیح بوناونچور از هر مسیح فرقه مسیحی بزرگتره، چون امروز فرقه های مسیحی برای خودشون مسیحی دارن، ولی مسیح بوناونچور همه اینا رو در بر داره، به طوری که الهیدانان پروتستان هم خیلی از تعالیمش امروز سود میبرن. او سعی داشت ایمان و منطق را کاملا با هم در هم بیام میزه، چون دانشمند بود، فیلسوف بود و ایماندار خوب و میتونست اینها را با هم دیگه در آمیزه. تعلیم میداد که مسیح یگانه استاد حقیقی بخشنده دانش به انسانه، دانشی که با ایمان شروع میشه، با درک منطقی رشد میکنه و با اتحاد عارفانه با خدا تکمیل میشه. یه بار دیگه میگم، تعلیم میداد که مسیح یگانه استاد حقیقی هست و بخشنده دانش به انسانه، دانشی که با ایمان شروع میشه، با درک منطقی رشد میکنه و با اتحاد عارفانه با خدا تکمیل میشه. اگه بوناونچور در زمان ما بود هیچ مسئله ای نمیدید میان پیروان آفرینش و تکامل. میدونه امروز خیلی بحثه، آیا تکامل درسته آفرینش؟ بوناونچور میگه خب هر دو تاشم هست دیگه. احتمالا میگه خدا چنان خلقتی آفریده که این خلقت خودش قادر به تکمیل شدن و زایش و آفریدنه، چه اشکالی داره؟ خدا همچنان اینجا جالبه، او خدا رو خیلی فروتن نشون میده به ما و میگه اونقدر خدا فروتنه که اجازه میده ما یا علم و اینها پوز بدن و برای خودشون کردیت بگیرن. خدا میگه بذار باشه، حالا به منم کردیت ندادن. در حالی که ما خیلی مواظبیم که همه کردیت رو به خدا بدیم، همه جلال رو به خدا بدیم، البته اینو من درک میکنم، ولی از اون برم نگاه کنید، مثلا خدا میگه حالا کردیت رو به من ندی، خب ندادی، مگه من بخیلم؟ خدا کاملا راضیه که همچون هدیه دهنده گمنام باقی بمونه. عزیزان شما وقتی برای یه نفر مثلا یه پولی میخواید بفرستید،
یا یک کمکی بکنید وقتی گمنامید و نمیخواید اسمتون برده بشه، چه لذت عارفانه ای دارید؟ نه؟ تا اینکه حتما بخواید بدونید که طرف فهمیده که شما بهش کمک کردید. خب خدا خیلی بیشتر از ما. خدا میخواد هدیه دهنده گمنام باقی بمانه. چه اشکالی داره؟ بوناونچور اینو میگه. من نمیگم، حالا تقصیر من نندازید، ولی بهش فکر کنید. و آخرین چیزم از بوناونچور بگم و تمومش کنم. درس‌هایی از زندگی فرانسیس آسیزی.